questions you have. أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان عزیز. میپرسم که اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در قطب شمال زندگی میکرد دستوراتش چه شکلی بود؟ باز خودشون تصور میکنند و چیزایی مینویسن. امروز میخوایم به این بپردازیم و سوالای خود رو فعلا کنار میذاریم چون قرار است ما بپرسیم، ولی حالا امروز یک شعبه اینها رو، ایراد اینها رو پاسخ میدیم. عرض کنم به حضورتون که این اینترنت پیدا شده و مردم هر کس هرچی به فکرش میرسه مینویسه و دجال بازی زیاد شده، یعنی سفسطه زیاد شده. ببینید، مثلا چند وقت پیش یکی از من پرسید که خب این سوال ما چجوری جواب بدیم که میگن آقا در دنیا به خاطر عیاشی، زنا و شراب ما رو شما عذاب میکنید، باز در بهشت ثواب پاداش مؤمنین همین زنا کردن و به اصطلاح جماع کردن و شراب خوردنه. راست میگه دیگه، تو بهشت که شراب هست. میگه خب همین تو دنیا حالا چرا بد باشه و تو آخرت خوب باشه؟ اینجا یک سفسطه است، یک چیزی رو از وسط ور میدارن. شرابی که در آخرت هست مستی نمیاره، سردرد نمیاره، شراب انتهورا هست، شراب پاکه، لذت میاره ولی مستی نمیاره. و زنا اونجا نیست، یا که نمیتونی با حوری دیگه بری. دو دنیا هم حوری خودت رو داشته باشی که اسلام بهت چیزی نمیگه. خب تو میری زنا میکنی مثلا خلاف قانون، ولیکن با همسر خودت که به تو چیزی نمیگه. لذا ببینید یه جای سفسطه میکنه. بعضی از این مسلمان ها هم متوجه نمیشن. در مسئله قطب شمال هم یک سفسطه بزرگ است که من امروز میخوام براتون توضیح بدم که اگر حضرت محمد در قطب شمال زندگی میکرد چی میشد. بیایید بعضی چرندیاتی که خودشون نوشتن رو بخونیم. از زبان ملحد براتون میخونم. تصور کنید که پیامبر اسلام در قطب شمال زندگی میکرد. فکر میکنید آیات قرآن و احادیث دینی به چه شکلی نازل میشدند؟ برای نمونه اگر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در قطب شمال زندگی میکردند دستورات چی میگه؟ کلی حکم فقهی درباره جماع با پنگوئن‌ها و شیرهای دریایی میداشتیم. من کلماتی که با زرد برجسته کردم به رنگ زرد پررنگ توجه کنید. در قرآن جهنم مکانی بود که سرما در آن بیداد میکرد، چون در بهشت جای بسیار گرم بود. مثلا آیه زیر نازل میشد: همانا بندگان نیکوکارش را به بهشت میبرد که از شدت گرما در آنجا تمام بدنها برنزه میشود و همیشه آتشی برای گرم کردن وجود دارد. در بهشت هیچگاه باران یا برف نخواهد بارید، باشد تا الله واحد را پرستش کنید. این حالا از خودش آیه هم نازل کرده، میگه اگه پیامبر در شمال میبود، قطب شمال، به اصطلاح اینجوری آیه نازل میشد. مقدار دیه به جای شتر و گوسفند به تعداد پنگوئن و شیر دریایی تغییر میافت. این آخرش دیگه خیلی زیاد نوشتم، این آخرش اعصاب من کمی به هم ریخته که میخوام جواب همه رو بدم. انگیزه اصلا همین شد. خاورمیانه در قرن 21 بهترین نقطه روی زمین بود، دارای ساکنانی روشنفکر و باسواد، و به جای اون کشورهای سوئد، نروژ، فنلاند، کانادا، آلاسکای آمریکا به مرکز ترویج تروریسم و خرافات در دنیا تبدیل میشد. یعنی میخواد بگه که خرافات و تروریست اینها مشکل اسلام است. ببینید، اول من این چیزایی که برجسته کردم یک توضیح براتون بدم. این مثلا نوشته بیارید دوباره، گفته که جماع با پنگوئن ها به جای شیر دریایی می داشتیم. خب جماع حرام با حیوان حرومه دیگه، حالا با شیر باشه یا با خر باشه یا با شیر دریایی باشه یا با شیر سرایی باشه، حکم جماع رو میگه. غذا رو بشر همیشه میخوره، حکم غذا خوردن رو برات میگه. شراب در قطب شمال هم حرومه، در قطب جنوب هم معلومه، تو خط استوا هم حرومه. در قرآن میگه جهنم مکانی بود، این زیاد میگن سرما بیداد میکرد. نگاه کنید، منظور عذاب دیگه، عذاب دیگه، یعنی جهنم برای مجازاته. حالا میخواد با گرما باشه، با سرما باشه، نمیدونم با برگ گل باشه، با خار باشه، داره از عذاب صحبت میکنه برای کسی که گناه میکنه، مردم اذیت میکنه. و تو اگه بی سواد نبودی میدونستی که در جهنم مکانی هست زمحریر بهش میگن، یعنی
حتی اونم تو قرآن اومده که جهنم زمهریر داره که خیلی سرده، سردیش به همون گرمی انسان رو عذاب میکنه. نگاه کنید، متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در بهشت نه خورشید میبینه، نمیگه گرم بود، این توی داره میگنم قرآن جلوی چشممه، و سردی شدیدم نمیبینه، نه گرمی نه سردی، و سردی جهنمی در جهنم مکانی است به نام زمهریر. پس اگه سواد داشتی میدیدی که اونم گفته، ولی اگه نمیگفتم میخواد بگه عذاب است، متوجه هستید؟ ولی در قدر شما مردم آتشی میشناسی که تو آتش، آتش روشن میکرده توش میفتاده میسخته. اگر تو اینترنت مغز شما رو خراب نکرده باشه، از بس که کلیپ های علکی میبینید مغز شما دیگه به طور کلی پر شد از آشغال، میفهمیدید که حتی در قطب شمال هم میشه مردم از آتش ترسوند. خب میگه مقدار دیه، میخوام اینو بگم، به جای شتر و گوسفند به تعداد پنگوئن بود. مسئله دیه است، یعنی ضرر مالی که تو باید به خاطر گناهی که انجام دادی ببینی. حالا سرمایه تو گوسفنده، گوسفند سرمایه تو شیر دریایی، شیر دریایی. حالا من در مورد گوسفند شیر دریایی هم خواهم گفت. اما میرسیم به این که میگه سوئد، نروژ، فنلاند و کانادا و آلاسکا بهترین جای دنیا میشد. اینو میخوام روش بیشتر بس کنم. ممنونم تا فرمان که الان شروع میکنیم. ولی اینو به شما بگم که اصل قضیه که اینا متوجه نشدن این است که حیوان حیوانه. قانون داریم در مورد حیوان که مثلا وقتی میخواید این رو ذبح کنید با یک ضربه به اصطلاح با یک چاقوی تیز که حیوان آزار نبینه. میخواد شیر دریایی باشه، میخواد شیر خشکی باشه، میخواد شتر باشه. غذا خوردن میگه آدابی داره، با دست راست بخور، پاک بخور، شراب نخور، گوشت خوک نخور. میخوای قطب شمال باش، میخوای وسط زمین باش، هیچ فرقی نمیکنه. پدر در قطب شمال هم پدره، در سرای عربستان هم پدره. همسر و ازدواج در قطب شمال هم همسره، در چی هم همسره. تو قطب شمال هم پیامبر میومد همین دستورات میآورد. درست میگم یا نمیگم؟ ربا، سود، سودی که در بانک ها میدن اونا سود میگن و ما ربا میگیم، بهره بانکی به اصطلاح که ایران هم داره. ربا در قطب شمال هم حرومه، در کره غرب، نیم کره غربی هم حرومه، نیم کره شرقی هم حرومه، معتدل شمالی هم حرومه، معتدل جنوبی هم حرومه، خط استوام حرومه. حرف مفت، دستورات قرآن یک چیز زیر سوال ببر، بدبخت. چرندیات میگه و شما میشینید گوش میدید. گفتم این از بس که مغز خود از کلیپا پر کردید فکر نمیتونم بکنم. دوره شده که احمق ناراحت نشید، بعضیا زیاد شده. شراب همه جا شراب دیگه. باز اگر لازم بود خدا اونجا پیغمبر میفرستد. حالا مقدر به شمال با همین ثروتش، مثلا فنلاند 10 میلیون جمعیت داره، نروژ 5 میلیون داره، سوئد 10 میلیون داره، فنلاند 5 میلیون داره. با اون کشور، با اون بزرگی، با این امکاناتش نداره جمعیت اونجا، مردم زندگی نمیکنه. و باز اصلا خداوند همون هم گوشت گوسفند و گاو میخوره، نه گوشت شیر دریایی که نمیخوره که. چون که خداوند، باز ما برنامه بعد به شما میگم که سوال میخوام بپرسیم از ملحدین که خداوند از آسمان این چیزا رو، گوسفند و گاو رو به طبق گفته قرآن، شطور اینا رو از آسمان نازل کرده برای بشر. اینا لازمه، اگه اینا نمیبود اصلا بشریت در کره زمین نمیبود. این حیوانات استثنایی هستن. شیر دریایی، فوک دریایی، اینا به درد نخورد دیگه. خورد؟ نخورد که. گله شیر دریایی کسی داره؟ نداره که. خب حالا بریم سر بحث اصلی. بذارید قبلش خاطره براتون بگم. قبل و بعد از این که کمونیست از افغانستان رفتند و مجاهدین افغان اومدن، یعنی قبل از دوره اول طالبان، شاید 30 سال پیش، 30 سال پیش بیشتر، 30 سال پیش، شاید هم کمی بیشتر. باز من در یک مؤسسه کمک رسانی کار میکردم. قرار شد بریم در منطقه به نام شینکی در استان زابل، زابل افغانستان، و عرض به حضور شما یک دهی به نام ده اسدالله خان، اونا میگفتن کلی، چون پشتو بودن، کلی اسدالله خان. اینجا میخواستیم یک آبی که در زمین فرو میرفت رو این به اصطلاح از چشمه میومد به دهشون، این رو باید مثلا چه میکردیم؟ اسفالت میکردیم که آب فرو نره، نشت نکنه که مردم آب کم داشت. شاید دو سه ماه، چهار ماه اونجا بودیم و به اصطلاح من بازرس پروژه بودم، رفته بودم که ببینم که کارش درستی. وقتی اونجا رفتیم، خب جایش دهی از عجیب غریب دیگه، در منزل رئیس ده بودیم که اتفاقا اسمش اسدالله خان بود.
خدا اگر وفات کرد چون وقت پیر بود دیگه 30 سال پیش شاید مرده باشه، علی پاک رحمتش کنه، چون مهمان نوازی میکرد. شبا خونه این که غذا میخورده مهمونای زیادی میومدن، فردا مهمونا میرفتن و عجیب این بود که از مهمونا میپرسید اسمت چیه، اسم پدرت چیه، اسم پدر بزرگت چیه. گفتیم این چه جور مهمون داری که مهمونه نمیشناسه، و هر شب مهمونا عوض میشدن. آقا طاقت نیوردم ازش پرسیدم که این چه داستانیه. گفت اینجوریه که مردم از دههای اطراف میان، مثلا اردستان و فلان، میخوام برم مرکز ولایت زابل، مرکزش هم اسمش غلات بود، و اینها پیاده میان تا اینجا. شب که باشه در هر دهی که باشه فرود میان، میشه میرن پیش رئیس ده اونجا میشینن. ما هم براشون دیگه نمیپرسیم شما کی هستید، براشون که غذا آوردیم اسمشون رو میپرسیم که ناراحت نشن، بعد غذا میپرسید. خب در همین ببین، یعنی ماشین نبود، مردم پیاده میرفتن. حالا اینترنت دنیا رو عوض کرده، حتما اونجا هم عوض شده، ولی با این وجود غذا که بر ما می آوردن، دست ما رو اول میشستن آخر میشستن. مرغ خونگی بود، نه توش، معذرت میخوام، مدفوعی مرغ بود، با شکم پا شکمشو پاک میکردن دیگه. گوشت گوسفند بهترین گوشت می آوردن، نون از گندم خالص می آوردن، همه چیز پاک و خوب بود، در حالی که آخر دنیا بود، در حالی که آخر دنیا بود، به یک معنی آخر دنیا بود. عرض کردم دیگه. باز یادم میاد که رفته بودیم مرکز ولایت، یک همین ولایت، همین به اصطلاح غلات، که چیزایی بخریم نیاز بود برای همین ده ما. یک مغازه‌دار که گویا دنیا دیده بود یک حرفی زد که هیچ وقت یادم نمیره. گفت شکر خدا که ما مسلمان هستیم، اگه ما مسلمان نبودیم گمانم چین و ماچین رو دیده بود. گفت اگه ما مسلمان نبودیم چی ها که میخوردیم. و گفتم به شما بهترین غذا با بهترین طریق میومد، ظرفا تمیز، همه چی تمیز. غذا خوردن، غذا خوردن که میخواد در آخر دنیا باشه. حالا اینجا حتما الان دیگه دنیا عوض شده، اونجا آخر دنیا نیست، ولی اون وقت شاید بود. به یک معنی چه میخواد قطب شمال باشه. غذا خوردن، غذا خوردن آداب خودشو داره، که تو شراب میخوری نمیدونم، و ذبح کردن حیوان آداب خودشو داره. حالا من بعضی چیزهایی که در همین قطب شمال در امروز ما که ثروتمندترین کشورها هم شدن عرض به حضور شما، خب نروژ هم نفت داره دیگه، البته این جمعیتش هم کم و بقیه هم. نمیگم حالا دموکراسی اونجا پیش بر پیش رفته، اما دموکراسی رو شما اینجا نمیذارید دیگه. شما اگه میذاشتید اینجا ما هم بالاخره یک خاک به سر خود میریختیم، کشورهای خود عوض میکردیم. خب ما پدرای ما در 400 سال گذشته خوابیده بود، حالا که ما کوشش میکنیم شما نمیذارید. خب حالا بذارید اینا رو بریم سر که ببینیم شما چه جوری میخورید. من از چی میخوام که فیلم شماره 3 رو برای نشون بده برای بینندگان، غذا خوردن اینا رو ببینید. من یک نکته بگم که بعضی این صحنه ها زننده است تو این چند فیلمی که نشون میدم. خب تازه از کشورهای متمدنی است که میگه متمدن است این آقای ملحد گفته. یعنی الان این از ژاپنه، از کره جنوبی، کره جنوبی که از کشورهای پیشرفته دنیاست دیگه. سامسونگ چه ببین چین و دنیا رو خورده. ببین طریقه غذا خوردن حیوان زنده میخورن. ببین در دین ما حرامه. ببین بیار. بیشتر نشون نمیدم که حالتون به هم نخوره در این ماه رمضان. خب این ژاپنه، نزدیک قطب شماله. در دین ما تا این ماهی پر نزنه تموم نشه، روح از بدنش نره، خوردنش حرومه. مرغی که میکشن پر میزنه، تا آروم نشه نمیشه خوردش، باز پوستش میکنی. زنده خواری در دین ما حرومه.
خب اینا میخواد قطب شمال هم بود، پیغمبر میگفت زنده خاری حرمه، تو ژاپن هم بود میگفت زنده خاری حرمه، تو کره جنوبی هم بود میگفت زنده خاری حرمه، تو چین هم بود زنده خاری حرمه. حالا میخوام فقط همین مسئله حیوانات بگم. پیامبر ما گفته که یک حیوانی است مارمولک. مارمولک در دین ما دل ثابت هم شده که این زهر داره، این مرضی تو بدن وارد میکنه که از بین نمیره لامصب. لذا پیامبر گفته در محل سکونت که دیدید بکشید. و باز همین حیوانی که اینقدر ضرر داره، چندشاوره و ضرر داره، پیغمبر ما برای اینکه این حیوان زجر نبینه گفته که آقا ایره که میکشید با یک ضربه بکشید 100 تا ثواب داره. یعنی با یک ضربه بزنید که این حیوان زود بمیره، تو محل زندگی داخل شد باید زنده نذاریدش. و گفتم ثابت شده که خیلی ضرر داره. دو تا ضربه بزنید ثوابش کمتره، سه تا بزنید ثوابش کمتره. یعنی حتی این رو توجه کرده. از اون ور اومده گفته همین حیوان حلال گوشت رو که ذبح میکنید چاقو رو تیز کنید که در بهترین جا، در گلو بر بهترین جا منظورم که زودتر بمیره، در بین شریانش میذاره، اونجا بسم الله میگه که طبق عقیده ما حیوان آروم هم میشه. بعد از اون ملحد قبول نمیکنه، این دیگه قبول کنه، با یک ضربه گلوش پاره میکنی و خون میره و میمیره. دیگه اول دستش قطع نمیکنین، باور کنید فیلمایی هست که شما ببینید در کشتارگاه اینا، چاقو دست قطع میکنه حیوان زنده است و دست پا میزنه. سوزاندن اعوذ بالله هرگز در دین ما نیست. حالا ببینید متمدن ترین کشور جهان که پیغمبر اونجا نیومده، چینی حالا متمدن ترین کشور جهان شدن، ابرقدرت شد. آقا خواه از خواب بیدار شو، ابرقدرته، ابرقدرتی است که دوم تو آمریکا است، به زودی اول میشه. ببین که خوک در دین ما تازه حرومه، ولی ما اجازه داریم که خوک یک سیخ بزنیم. یعنی ما بخوام یکی رو بگیم بده میگیم مثل خوکه، ولی با این وجود ما حق نداریم با حیوان بد رفتاری کنیم. ببین خوک ها رو داره چجوری میکشه، شما نگاه کنید. گفتم فیلم ها کمی زننده است، دوست ندارید نگاه نکنید، ولی اینکه دین به اینا نرسیده اینطور وحشی هن. نگاه کنید. در حالی که اونا زنده هستن اینا رو اول به اون طریقه وحشیانه میندازن توی چاله و بعد آتیش میزنن در حالی که زنده هستن. اول باید بکشن باز دیگه. فرض کنید که مثلا غذای سمی بدن، یه کاری بکنن بالاخره حیوان بمیره اگه زیاده، ولی با این وجود آتیش زدن رو شما ببینید در حالی که زنده است، برای اینکه دین بهش نرسیده. دین یعنی پیامبر ما اگه اونجا ظهور میکرد از غلطا نمی بود. در گفتم در آخرین نقطه ای که به اصطلاح مردم پیاده می رفتن در همین قرن 21 می دیدی که همه چیز مناسبه، هیچ وقت مرغان آتش نمی زدن، هیچ امکان نداره. اگه آتش بزنه خود مردم دمیان نفر می گیرن که حیوان چرا آزار می دی. عرض به حضور شما که شاید بگید آقا سوگیلی باز داره رفتی سرای کربلا زدی، ما نگفتیم ژاپن، ما نگفتیم چین، ما گفتیم فنلاند، دانمارک، نروژ، سوئد، آمریکای شمالی، آلاسکا، کانادا. بیا اینم کانادا، بیا اینم دانمارک، دانمارک نگاه کنید چسبیده به آلمان. اینا گفتم این مردم هیچ نیازی ندارن، از ثروتمندترین مردم دنیا هستن. ببین ولی اینا برای مردانگی میره اینجوری نهنگا رو میکشن تو دریا. ببینید در عرض 24 ساعت در جزایر فارو 131 قطعه نهنگ خلبان به بی‌رحمانه ترین شکل سلاخی شدن و این کشتار وحشیانه برای چند روز ادامه دارد. مجمع جزایر فارو در اقیانوس اطلس شمالی در مثلثی میان سه کشور ایسلند، نروژ و بریتانیا قرار دارد.
فارو بخشی از پادشاهی دانمارک است، اما خودمختاری دارد و این باعث شده تا دانمارک از زیر، یعنی دانمارکی هستن دیگه، زیر بار مسئولیت به هر حال خود به شماره کشتار نهنگا خالی کنه. 18 جزیره چی است و فلان، سواحل زیبا دارد و موج و در چند سال روز میزبان موجای خونالود است. 100 نهنگ در 24 ساعت شروع شد. خب ببین، کشتار سالانه نهنگا قدمتی 1000 ساله در منطقه دارد. اگر پیانی 1000 سال پیش اگه اسلام به اینا رسیده بود، این از بین میرفت. 1000 سال دارن قطب شمالی ها این غلط میکنن. اینا فکر میکنن که اگه ما این کارو بکنیم مردونگی ما ثابت میشه، یعنی برای گوشتش نمیکنن، مردانگی خود ثابت میکنن. در این جزیره با گیر انداختن نهنگا بین قایقای ماهیگیری و ترساندن آنها با صدای بلند، گله های آنها شامل نهنگای جوان و باردار و بچه نهنگا را به سوی ساحل میکشانند، جایی که به ضربه های خنجر کوتاه روی گردن، چشم جلوی چشم همه زجرکش سپس سلاخی میشوند. بنابراین سنت، سالانه به صورت متوسط از 800 قطعه نهنگ در جزایر فارو کشته می شوند، در حال که 20% ساکنان این جزایر از گوشت چربی نهنگ استفاده می کنند. کمتر از 20%. خب یعنی نیازی ندار. متوسط می کشی باید درست بکشی. تعداد نهنگایی که به قتل رسیدن در روزهای گذشته بسیار بیشتر از این تعداد است. جمعیت هایی که به اصطلاح مدافع حقوق حیوان هستند و از دولت جزایر فارو خواسته تا این رسم وحشیانه را متوقف کند. این جمعیت همچنین کمپینی آنلاین برای توقف کشتار نهنگا به راه انداخته که تاکنون بیش از 500 هزار امضا جمع کرده. این کمپین از رهبران ژاپن و جزایر فارو می‌خواهد، ژاپنی هم این کارو می‌کنن، فارو که مال دانمارک، تا شکار نهنگ‌ها را که سالانه عامل کشتار بیش از 10 هزار نهنگ می‌شود متوقف کنند. بله. 1000 سال دارن این کارو می‌کنن، حالا هم دارن می‌کنن. دارن حالا هم من بشر بالاخره کم کم متمدن میشه، ولی هیچ نیاز نبود به این تمدن، تو رو کافی بود که پیغمبر، دستور پیغمبر ما رو قبول میکردی. زجرکش کردن حیوانات، کشتن حیوانات بدون دلیل ممنون است. الله رو برای شما شاهد میگیرم، من سجودی که جلوی شما هستم و مسلمان هستم، باور کنید که سوسکم نمیکشم اگر بتونم بیرونش کنم، اگر بتونم بیرونش کنم نمیکشم، ولی اگر چاره نداشته باشم خب میکشم، ولی بی دلیل سوسکی که به اصطلاح عنکبوت رو هم نمیزنم. متوجه است؟ از این معلوم میشه که دین ما چی به ما یاد داده و دین اونا چی به اونا یاد داده. خب اجازه بدید اینم یه عکسای دیگر ببینید، از همون باز فیلمش بهتون نشون میدم که اینا چطور میکشن. نگاه کنید، اینا انگار میگیرند و اجازه بدید ببینید. مسئله دزدش کش کردن بی دلیل کشتن. ممنونم تا فرمان. عرض به حضور شما که حالا بیاییم و فیلم سومی رو ببینیم که بازم در همین زمین است. اجازه بدید بگم تا فرمان کدوم فیلم بیاریم. بله اجازه. خب فیلم بعدی رو نمایش بدید. البته یکم دردناک بازم میگم. ببینید اینجوری اسلام گفته آدم همین شیر دریایی و فک دریایی رو نار ببینید. بله ببینید، خداوند گفتم شطور با اون با عظمتی، چون برای بشر خلق شده راحت میخوابونی، گردنش میگیری میبری، این حیوان نمیشه خوابون، برای این کار خلق نشده. متوجه هستید؟ ولی باز کشتنش ببین با چه میزنه. و به شما گفتم پیامبر ما گفته که چاقو رو تیز کنید بعد بزنید. اما شما الان ببینید، یک گفته، این که گفته که چیه، گفته سوئد نمیدونم کشور پیشرفته ای هست. یک فیلمش ما نمایش میدم، اون فیلمو ببینید، فیلم شماره 5 رو لطفا تا فرمان بیارید. السلام علیکم و رحمت الله.
الله وبركاته. انا اسمي رويدة احمد عبد ابن يعقوب. شنو اسم؟ منين انت رويدة؟ انا من الصومال. من الصومال. تحكين عربي؟ ايوه. انا اخذت اولادي سنه 20 شهر 4، يعني صار قبل تقريبا سنتين. يو سنتين. وانا يعني كل شيء هن قالوا كل شيء، يعني هن بالاول لما ياخذوا اطفالك بيجيبوا شغلات انت ما تفهم فيها. زين شنو قال لك السوشيال او الرعايه الاجتماعيه ليش اخذوا الاولاد؟ شنو السبب؟ قالوا الام مريضه نفسيا. الام مريضه نفسيا. وانت ما شاء الله ما فيك شيء، يعني معك صالي 4 ايام معك ما فيك شيء. لا ان شاء الله. كذا كمان انا يعني انا درست سيكياتري. درست علم النفس. علم النفس. انا ادرس علم النفس وهن يقولون انت مريضه نفسيا. يعني زين المحكمه شنو قالت لك؟ هاي المشكله، النقطه الكبيره اللي احنا عندنا بالمحكمه. انا جبت الدليل اني صاحيه وما عندي مشكلة. ما عندك اي مشكله. انا جبت الدليل انه كل دعاوى الشكاوى اللي هن كاتبين عني انه كذبه. انا جبت الدليل لكل النقطه، حتى اني اشتغلت معهم وقلت اوكي حاضرين، انتم وروني كيف اربي عيالي وما اجوا مع شيء. وشنو طالبين العراق والمجتمع العرب والمسلمين؟ شو طالبيهم؟ كل المؤمنين وكل المسلمين مثل ما نحن كلياتنا نعرف السويد عندها قضيتين، يعني المسلمين اول شيء هن يعني كانهم عنصريين ضد المسلمين. عنصريه في اسمها اسيميليرينج فينس فور سفنسك من البوليتيك، الشغله بيقولوها انه تاخذ اطفال وتغير هويتهم. تغير هويتهم. شكرا لك اختي. شكرا. وفي شيء ثاني انه فلوس السوسيال بياخذ مساري فوق العقل عشان ياخذهم السويديين ينأخذ اولادهم بسبب هذا البزنس. شكرا شكرا. شاید بگین چی گفته شما که عربی نمیدونید؟ براتون میگم. و قبل از اون که حرف اینو ترجمه کنم این خانم رو، این مادر رو، شما ببینید که این ملحد چی نوشته. گفته اگه حضرت محمد در قطب شمال ظهور میکرد، نگاه کنید، خاورمیانه میگه که بهترین نقطه زمین بود، روشنفکر و باسواد بودن. سوئد، این خانم در سوئد بود. سوئد و مرکز ترویج تروریسم و خرافات در دنیا تبدیل میشه. حالا داستان این خانم چیه؟ این را از سومالی آوردن بردن در چی؟ سومالی جنگ دیگه. جنگ هم که میدونید که همیشه یه طرف خارجی هست. افغانستان مثال چشم ما و شماست، همسایی ما. اگر روسا حمله نمی کردن 40 سال پیش، خب این افغانستان که پادشاه داشت دیگه 40 سال پادشاهی کرد بود، هیچ مشکلی نداشت. عرض به حضور شما که به هر حال اینا رو بازه که اونجا که جنگ میکنه از لبنان و سوریه میبرن در اونجا. این خانم بیچاره فکر کرده دیگه، تبلیغات دنیا رو دیده که بهترین جای دنیاست، رفته سوئد. الان چی میگه؟ میگه فقط بچه های منو بدن، من پاشونه میبوسم میرم برمیگردم به همون موگادیشو سومالیا، سومالی، و همونجا باشه بر من بهتره. اومد اینجا بچه هاشو گرفتن، از مادر بچه رو گرفتن. این تمدن آقای ملحد. یعنی فرض کنیم مادر یه سیلی هم دخت بچهش بزنه، هزار خوبیشه نمیبینه، کسی دیگه نمیزنه. فرض میکنیم. میگه چرا بچه ها گرفتن؟ سه تا بچه شی گرفتن. و بگم این چطور اینا طاقت میارن این مادرها. اینم به تو میگم تا خباست و خبسی خبیسی این مردم رو ببینید، دولت ها رو دیگه طاقت آدم نمیاره که بچه سه تا رو ازش بگیرن، ولی میبینید که خانم استوار استاده. اینم به تو میگم بچه شی بردن هر سه تا رو به زور. چرا؟ میگه تو مشکل چی داری؟ اعصابت خرابه. میگه بابا من خودم درس چیز خوندم، روانشناسی خوندم. نفرم ازش میپرسه که من 4 روز که با شما بودم این چیزی ندیدم که دال بر این باشه که شما به اصطلاح مشکل روحی داری یا به اصطلاح اعصابت خراب. خب حالا اعصابش خراب تو بچه رسیش میگیره، اعصابش که بیشتر خراب میشه. بردی دادی باز دلیل میگه. میگه نه، میگه دادگاه رفتی. میگه همین بهتر بدبختی در دادگاهست. اینا رو چیکار میکنه؟ بچه رو از اینا میگیره. باورش نمیشه، این از مدرسه میبره. یعنی شما فکر کنید بچت یک ساعت دیر بیاد آتیش میگیری. شما مادر رو دارم میگم، پدر رو دارم میگم، ولی اینا چرا ساکتن؟ چون که همین که برد میره مدرسه میگه بچم کجاست؟ میگه دولت برده. میره اونجا میگه که شما برو دادگاه، مشکلی هست. این بیچاره فکر میکنه فردا آزاد میکنن. کم کم به این بدبختی عادت میکنه. میبرن دادگاه، میارن بعد 4-5 ماه میگه اصلا بچه مال تو نیست، ما دادیم به یه خانواده دیگه، اسمش هم عوض کردیم و اصلا تو دیگه هرگز حق نداری ببینی. این خانم داستانش همینه، سه تا بچه رو ازش گرفتن. شما رو خدا این تمدنه. حالا بیارید با رفتار پیغمبر با مقایسه کنید. من دو سه حدیث بهتون میگم، یکیشو برای این آوردم که شما باور نمیکنید تا این حد دین ما دقیقه. آقای ملحد، قطب شمال هم باشه، پیغمبر ما اجازه نمیده که بچه رو از مادر جدا کنن.
پیغمبر شما که سوئدیا باشن اجازه داده به این بنام بی‌رحمانی دیگه نمیتونه ببینه. خب خودت نگاه کن بره ببینه آدم بشه. این خانم چی میگه؟ میگه من بهشون گفتم شما به من بگید من چیکار کنم، همون کارو میکنم. مادر دیگه بیچاره حاضر است پای اون رو هم ببوسه، میگه نه بچه دیگه مال تو نیست. میگه شما به من بگید من چطوری تربیت کنم، همون کارو میکنم. یه دفعه من فرصت بدید، میگه نه. باز خانم میگه این اصلا تجارته، چون که از ما بگیرن به خانواده سوئدی بدن پول بهش میدن، پول زیادی بهش میدن و این تجارت داره دولت سوئد درست کرده. تو رو خدا این مرکز تمدنه. همین طالبه که ازش بد میگید این کارو میکنه، همین ایرانی که ما اینقدر ازش بد میگیم این کارو کرده. عربستان دیگه نمیخوام بگم، یا کشورهای دیگر رو نمیخوام بگم. در هیچ جای دنیا چی میشه که بچه از مادر جدا کرد؟ نگاه کنید پیامبر ما چی گفته. این حدیث براتون آوردم از ادب المفرد بخاری، کتاب راویش بخاری هست، که عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر میگه که ما در سفر بودیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا یک جایی نشستن دیگه، در راه استراحت کردن، مثلا ماشین که نبوده، مجبور بودن که یک جای اتراق کنن. میگه یکی از صحابی رفت یک پرنده ای رو تخمش از لانش برداشت، تخم گذاشته بود مثلا برداشت، پرنده که اومد تخم خود ندید، بیز رو ندید، اومد بالای سر همین صحابه و پیامبر وسطشون نشسته پرپر میزنه، پرپر میزنه، کار دیگه از دستش بر نمیاد. که پیامبر دید، حالا به وحی یا به ذکاوت خودشون، تیزوشی خودشون فهمیدن، گفت این پرنده رو کی آزار داده؟ بیزه رو برداشته، تخم رو برداشته از لانش. یکی صحابی گفت یا رسول الله من برداشتم. گفت ببر سر جاش بذار. دستور شد برای ما که حیوانا رو اذیت نکنیم. وقتی به درد نمیخوره برای چی برمیداری؟ یا وقتی او داره بچه دار میشه برای حق نداری برداری. این تازه این محیط زیست میگه. نگاه کنید حدیث کاملا ببینید. براتون ترجمه میکنم. پیامبر چی دیدیم؟ مردی تخم پرنده را، همره پرنده است مثل گنجشک. گنجشک مثل گنجشکه. برداشت و این پرندگک اومد، این مادر پرنده اومد و بالای سر پیغمبر بالبال زد، گفت کی این بیچاره رو ترسونده؟ یکی گفت که یا رسول الله من که از لونش تخم برداشتم. پیغمبر گفت که برش گردون، رحمت کن بهش، رحمت باید بهش کرد. حالا نی بیاری، اون پرنده است، اون صحراست، تازه میتونستی استفاده اون مرده از تخم بکنه، شاید میخورده مثلا، ولی با این وجود پیغمبر اجازه نداده. و اینجا سوئده. باز شما میگه نمیدونم که اگر حضرت محمد در قطب شما زندگی میکرد خاورمیانه مرکز تمدن میشد. مرکز تمدن تو دیدیم دیگه، بچه مردم میبری میگه بابا بچه های منو بدی، من پاتونه میگه میبوسم به خانم تو حرفاش که کسی که عربی میدونه. میگه میگم تشب ممنونم از شما، من غلط کردم، من بر میگردم. بتونه بچه ها میگه چطوری برگردم. یکی دیگه همین فیلم هاست، ببینید خانم عراقی است. البته اینا رو ملامت هستن، اینا اگه به طرف پیغمبر کار کرده بودن، پیامبر نیاز که نداری عراق، مثلا این خانمی که الان نشون میدیم توی عراق نیاز نداره بره که مثلا بره سوئد. خب میرفتم فکر کردم اونجا زندگی بهتره. نگاه کنید ببینید که این خانم بیچاره چی میگه، باز براتون ترجمه میکنم. فضل من الاخت منين انت؟ هدى من العراق، وصلت 26 سنه بالسويد. بداية مشاكل يا بنتي على موضوع الحجاب. شو صوتك حد يسمعون؟ بداية الاعتراض كان على الحجاب، وبعدين ليش على الحجاب؟ شنو قالوا على الحجاب؟ ليش لبسين حجاب؟ زقد عمره لبسين لبس طويل. زقد عمره كانت 8 سنوات ونص تحجبت، وهي يعني انا قلت 9 سنوات يعني 9 سنوات. فاعتقوا كلش هواي على الحجاب وعلى طريقتها بالاكل، كلش حذره ما تاكل، قالوا كلش متشدده، يعني صفنه ولا متشدده. قلت لهم ليش متشدده؟ قالوا تسال هواي على كل تتاكد يلا تاكل. زين شو وقت تاخذوها من صار لها شقد؟ صار لها بالضبط 6 شهور. 6 شهور لان البنات صديقتها اللي بالمدرسه يقولون انا عندي صديق عندي صديق عندي صديق، كانت تقول اذا انا عندي زوج. فراسا بدون ما ينفتح اي تحقيق وياها راسا سبت من المدرسه. زين ايش قال؟ يعني هذا السبب. زين رحتي للمحكمه؟ شنو المحكمه؟ شنو قال؟ المحكمه مهزله صراحه، لان احنا قبل المحكمه كان اكو بوليس. البوليس سد القضيه، قال ما لها صحه البنيه، قالت بس الشرطه رجعوا البنيه لاهلها. فالمدعي العام سد القضيه. بس السوسيال قالوا لا ما نسد القضيه، حولها محكمه. المحكمه قالوا لا ما نقدر نحكم بها احنا، ما اعرف اذا صحيحه او مو صحيحه، فتبقى عند السوسيال الى ان يثبت. وهسه السوسيال قالوا ثبت انها هي مو متزوجه، رجعوا لبنتي قالوا لا انتم متشددين. وعندكم شغله اللي هي الشرف ومعلمينها انه ما يصير تصادق اي شاب. قلت لها منين جبتي المعلومه؟ قالت انت سالتها يصير تجيبين شاب سويدي وياك للبيت وتصير عندك علاقه كامله؟ قالت لها لا ما يصير، حرام. زين
شنو الاخر شيء شنو قالوا لكم يعني المحكمه او السوشيال ما اعطاكم نتيجه؟ لا والله لحد هسه ما اعطونا نتيجه، بس قالوا صيروا متعاونه ويانا. اوكي صيروا متعاونه. ما شفتيها خلال هالفتره؟ شفتها مرتين، المره الاولى اللي قالت لي فيها ماما ينطوني دقائق. اوكي قلت لها هاي مو ضد القانون، تبقى على السوشيال. قالت لي منو قال لك؟ قلت لها عرفت يعني لان هي ممنوع تحكي بهاي الشغلات، قالت مانعيها. فقالت ها صارت عندنا غلطه وبعد ما تتكرر ما نفت ان ما منطيها. والبنيه بعدين شاورتني مره ثانيه قالت ماما انا دا احاول اهرب، وقالوا لي اذا اي محاوله هروب بعد مستحيل تشوف. يعني شنو هروب قصدي؟ شنو هروب؟ دا تهرب من المكان ما تتقبل الوضع. يعني من العائله السويديه اللي عندهم؟ اي من العائله. وبعدين حتى شنو ليش تهرب؟ حتى ترجع لي؟ ترجع لهم. ترجع لهم. على السوشيال قالوا بنتك متعلقه فيك بشكل مو طبيعي، دائما تبكي تريد امي. اي وحالتها النفسيه تعبت يمنا. كملي اختي كملي. ثلاث محاولات انتحار يمنا لان تريد ترجع لهم. قلت لهم اوكي اي مرحله وصلت وياها. شكرا اختي، شكرا. آقایی که سوئدی میگه خانم عراقی که احتمالاً شیعه هم هست میگه من چیز حرفاش که یادم مونده، میگه دختر هم مثلا حجاب داشت و بعد وقت تو چرا رفتی آخر؟ میگه غذای اونا رو نمیخوردی، میگه بر من مشکل بود اینکه نمیدونست فکر سوئد دیگه مثل که شما فکر میکنی، اینا فکر میکرده که سوئد دیگه سوئده دیگه جنته. به هر حال میگه اینجوری دوست میگه، حالا چرا گرفتنش؟ حالا اینکه به خاطر همین که نگرفته باشن. گفت ها اینجوری شد که این میگه سابقه اش بود، میگه تو کلاسش دخترها چوب میس که 14 15 سال از این دختره، توجه نکردم عمرش چقدر گفت. برحال قبل از 18 سال نشده دیگه، 18 سال بشه کارش نداره. میگه رفیقاش گفتم این دوست ما دوست پسر داریم، ما دوست پسر داریم. اینم میگه دختر فوت گفته منم چی دارم؟ شوهر دارم. دروغ میگه گفته به اونها، اونها میگه فوراً اطلاع دادن به سوسیال، به اسلام اداره ای که مدافع کودکانه، اومده اینو گرفته برده. میگه ما هر چی گفتیم شما ثابت کنید این شوهر داره. دادگاه میگه برید دادگاه، این زن هم تو گول زدن دادگاه برو بیچاره، فکر کرده فردا دخترش میاد، پس فردا دخترش میاد دیگه. دختر رو ازش بردن به یه خانواده سوئدی دادن، یعنی دختر رو از مادر جدا کردن و دخترم نمیخواد جدا بشه. یعنی مشکل در این است که دختر فرار میخواد بکنه. میگه اگه فرار کردی دیگه مادرت نمیبینی. دو بار بچه رو دید، دختر رو دیده، میگه بابا مادر به من اینا سیگار میدن نمیدونم دیگه. و دو دفعه خودکشی کرده دختر که بیاد پیش مادرش. تو رو خدا این تمدنه؟ اگه تمدن ملت جانم اونجا بشین، البته برای تو ضرری نداره، تو که نه بچه رو دنیا میاری، آقا نقشه میکشید بچه های ما رو میبرید، نه بچه تو که عروسی نمیکنی، حامله نمیشی، حامله نمیکنی، بس نشستی همونجا تا بمیری. ولیکن این داستانه. حالا من یاد داستانی افتادم در زمانی که برده هیچ اهمیتی نداشت. پیغمبر وقتی که برای پادشاهی مصر که اینا همین شما دیگه قطب شمال همین مسیح هستن دیگه، اونا مسیح بود، نامه نوشت که مسلمون شو. اون براش دو تا خر سفید فرستاد، دو تا کنیز فرستاد، دو تا خواهر بودن. قانون اسلام دو تا خواهر با هم نمیشه، عاطفیه دیگه. پیغمبر یکی رو بر خودش نگه داشت و یکی رو به شاعر خودش داد. یعنی اون براش هدیه داد زن، خشنگترین زن ها رو. تازه این زن در دین پیغمبر ما صاحب فرزند شد، ام ولد شد، تقریبا آزاد شد، ماریه، حضرت ماریه. و زن دیگه هم زن حضرت چی شد؟ کنیز حضرت حسان بن ثابت شد. خب حالا همین قانون کنیز الغانی باز مولد میزنه به سرای کربلا که شما چرا قانون کنیز داری دارید. اینه 10 بار صحبت کردیم، 10 بار دیگه هم صحبت میکنیم که دل علتش مجبوری ما بود. شما چه از ما کنیز میگرفتید برای اینکه شما رو ساکت کنیم، ما هم مجبور بودیم بگیریم. مثل که شما بمب اتم داشته باشیم، ما هم مجبوریم داشته باشیم، گرنه بمب اتم بدتر از چیه؟ بدتر از کنیز داریست. به هر حال یک بار در یکی از جنگا پیامبر زنی رو دید گریه میکنه اسیر. گفت این چرا گریه میکنه؟ گفت بچهش ازش جدا کردن، کنیز شکست خورده، دشمن هم از بین رفته. پیامبر گفت زود بچهش پیدا کنید بهش برگردونید. ببین اینو ببین دیگه، این دستور پیغمبر و این دستور پیغمبر سوئدیا، دو تا رو با هم بذار کنار. باز فیک فچی گفته، گفته هر کس که دو تا عزیز از هم جدا کنه روز قیامت خدا این رو با عزیزاش جدا میکنه. پیغمبر ما که از قیامت میترسونده میشه، حالا ما هرگز این جرأت نمی کنیم که یک حیوان رو از بچه‌ش جدا کنیم، مثلا وقتی بهش علاقه داره تا خودش ول نکنه. انسان که بذار. خب حالا شما به ما بگو ببینم اگه خاورمیانه میومدید، اگه بیاید پدر ما رو همینطور در میارید، از شما هم حکومت ایران بهتره. قسم به خدا از شما هم حکومت ایران بده. این جنایت که دیگه نمیکنه. خب این بس ما تمام زیاد صحبت کردیم، فقط حالا در مقابل سوال اینا، اصل قضیه اینا چی بود؟ اصل قضیه اینا این بود که
پیامبر ما دین خودش ساخته، به خاطر محیط دستورات آورده. اگر پیامبر ما به خاطر محیط دستورات می آورد، وضو رو نمی آورد. عربستان آب نبود که هیچ. حالا از که چهار عمیق می کنند و فلان زمین عوض شده، آب نبود، وضو رو نمی آورد که شما وضو باید بکنید روزی 5 دفعه. اونم شهردار فرانسه که کشورش تو آب داره غرق میشه، اعصابش خراب شده، تو یکی از شهرهای فرانسه اومده وضو خونه مسلمان رو خراب کرده که شما چقدر آب مصرف میکنید. ولی وضو برای بدن انسان لازمه. وضو باعث میشه که چشمت خراب نشه، کرونا نگیری، مریضای دیگه نگیری. چون واجب بوده پیامبر گفته حتما باید وضو بگیرید ولو که آب نباشه. شما نگاه کنید این مثلا تا متوجه بشید که چه دوره ای بوده. شفیق میگه که پیش عبدالله، یعنی عبدالله بن مسعود و ابی موسی اشعری نشسته بود. ابو موسی گفت که ای عبدالله، عبدالرحمن، یا ابو عبدالرحمن، اگه دیده باشی، یا ممکن عبدالله بن عمر بوده، که یک چی باشه که مرد جنوب بشه و آب در یک ماه آب پیدا نکنه. یعنی میشده که یک ماه آب پیدا نکنن، برای فقط برای خوراک آب داشتن، برای غسل آب نداشتن، اینجور آب کم بوده در اونجا، میتونه تیمم کنه؟ عبدالله گفت نمیتونه تیمم کنه. حالا ما داستان اختلافیش کار نداریم، میخوام به شما بگم که عربستان جایی بوده که بعضی جاش یک ماه آب نداشته. خب شما الان چیکار میکنی؟ اصلا دستوری آوردی که مطابق محیطش نیست، مطابق محیطش نیست. یعنی گفته شما باید که روزی 5 دفعه دست به خود بشورید، باید تو آب وضو هم بگیرید، باید که وقت غذا هم دستتون رو بشورید، و همینطور برای به اصطلاح بقیه کارا، و همینطور غسل و و و اصلا غسل اگه جنوب هم نشی، باید که جمعه 1 دفعه خود بشوری حداقل. دیگه چی میگه شما؟ پس دستورات برای این نیومده. این سوال اگه بتونید شما جواب بدید که اگر واقعا این تمام این حرفا برای این است که عرض به حضور شما که بگن که اینا دینش پیغمبر خودش ساخته. اگر خودش ساخته بود عربستان میدید میگه آب نیست بذارین ول کنم دیگه، یا گرمای عربستان میدید میگه آقا روزه که میگیرید آب بخورید. ولی میدونیم که باید آب هم انسان نخوره تا استفاده کنه از روزه. گرنه عربستان شمال و قطب شمال آدم که آب نخوره ولی که روزه 2 ساعت هم زیادتر باشه مشکلی نداره، چون هوا سرده. اما عربستان هوا گرمه، اگه 2 ساعت 3 ساعت هم از بقیه جاها مثلا چی باشه، روزه کوتاه‌تر باشه، ولی گرما آدم دیوونه میکنه، مردم باید کار میکردن. چرا نگفت آب نخورید؟ پس دستورات پیامبر ما برای بشریت است، نه برخواسته از محیط نیست. اگه برخواسته از محیط، این دوتا سوال منو جواب بده. و من میدونم 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 که هرگز 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 شما جواب نمیدید، فقط میپرسید جواب بده. یالا چرا وضو رو اجباری کرده؟ بدون اون نماز نمیشه، بدون نماز دین نداریم. چرا؟ در جایی که یک ماه آب پیدا نمیشده، غیر از خوردن آب نداشتن، یک ماه یا 2 ماه حتی. صحبت طولانی شد، میام برنامه بعضی از فرمایشات شما رو بشنویم. بخش جواب به سوالات یا پخش نظرات بینندگان، یادتون باشه که ما گفته بودیم که پیامبر از کجا میدونسته که اثر انگشت انسانها با هم فرق داره، و ملحد گفته بود که این از قبل از پیغمبرم میدونستن. آقای زندگی زیبا فرمایش جالبی داره،
میگه که من وقتی وسیله برای تشخیص اثر انگشت وجود نداشته، پس استفاده کردن از اثر انگشت به چه درد میخورد؟ اگر قدیمی ها از اثر انگشت برای اسناد خود استفاده میکردن، از کجا معلوم میشد که فلان اثر مربوط به فلان شخص است؟ سوال جالبی است که باید ملحد جواب بده. اگر قبلا استفاده میکردن، چجوری میفهمیدن که معلوم اثر انگشت دادن؟ کجا میدونستن که مال منه؟ حالا چون ذره بین هست، به اصطلاح وسایل هست، میفهمن. پس معلومه که ملحد فقط میخواست یک بهانه بیاره و ایشون مچش گرفته. آقای زندگی زیبا، این آقای امیر رزمتن باید باشه دیگه. تن میگه که آدم وقتش تلف میکنه حرفای جنابالی رو گوش میده. تو قرار کسانی که فکر میکنن توجیه کنی که قرآن مجیز است، نه اونایی که چشم بسته و حرفای شما رو قبول دارم. چی میخواد بگه؟ این چه شیوه اثبات حقانیته؟ رفتی یک جواب از یک آدم پیدا کردی و داری اونو نقد میکنی؟ اینکه یک تنه مثل قاضی رفتنه. این مسائل رو با خدا ناباور رو در رو حل کن. میگه که آقا تو رفتی جواب آوردی، جوابی که دلت خواست آوردی، تو برو جوابی که دلت خواست بیار، من یک ساعت برنامه رو بر تو میدم. هر سوال منی که جواب دادی، من همون جواب پخش میکنم. مناظرم قبلا بارها کردیم. و میگه که چی دوباره حرفش رو حساب کنیم. الان در این مورد شما مناظره دیدید، بفرمایید ما بریم نگاه کنیم. متاسفانه آدمایی که سکان دین رو در دست گرفتن که بی سوادن و مدافع خوبی برای دین نیستن. حالا تو جواب نداری، میگی بیا مناظره کن. ما که مناظره کردیم با آقای سلیمانی امیری، برو نگاه کن در اینترنت ببین چطور دروغ گفته. کتاب از رو خونده، نصفش رو نخونده، که همون که برعکس میگفته برعکس خونده. مناظره هم انجام دادیم، بازم انجام میدیم. حالا در شرایطی هستیم که نمیتونیم، یعنی همین خودت رو به مناظره دعوت میکردم. من نمیتونم دیگه، دوستان که میتونن مناظره کن، برو با آقای هاشمی بکن. همین حرفایی که من میگم، برو با من خودم با آقای هاشمی زنگ میزنم، برو جواب بده ببینم میتونی جواب بدی. این سوالایی که من از شما پرسیدم، یکی جواب میدادی الان، ما پخش میکردم دیگه، هیچی دستش نمیرسه میگه مناظره کن. ما که مناظره کردیم پیشترم، نمیخوای قبول کنی. یه سوال پرسیده بودیم که پیغمبر از کجا میدونسته اکسیژن کم میشه در هوا. باز همین آقای رزمتن یا رزامتن نمیفهم، میگه که جناب خیلی مطمئن حرف میزنی، مگه مردم عربستان اون موقع هیچ ارتباطی با مناطق کوهستانی نداشتن که از کوه بالا برن و ببینن نفس کشیدن سخت، حالا گیر دادی به ارتفاع کوه فلان یا فلان؟ ببین من جواب ملحدی دادم که گفت که پیغمبر از کوه نور بالا میرفته، و گفتیم کوه نور 600 متره، یعنی اگه بالا میرفته تازه به تهران نمیرسته، تهران 1200 متره. تو میگی نه، پیغمبر میدونسته که در جاهای دیگه دنیا کوههای بلند وجود داره، دیگران بهش گفته بودن که اونجا نه تنفس آدم تک میشه. اصلا صحبت از کوه نکرده، از آسمان بالا رفتن کرده تو اون چیز. ولی ما قبول میکنیم حرف تو رو. یک سوال اساسی داریم ما، چون هر چی میگی ملحد میگه که قبلا مردم میدونستن پیغمبر از اونها گفت. سوال اساسی ما این است که مردم قدیم خیلی اشتباهات هم داشتن. اگر پیغمبر حرفای مردم رو گرفته، چرا یک اشتباهش تو قرآن نیست؟ چرا یک اشتباهش تو حدیث نیست؟ سوال تکرار میکنم. ملحد هر چی که میگی، میگه آقا قبلا یونانی ها میدونستن، چینی ها میدونستن، هندی ها میدونستن، نمیدونم ایرانی ها میدونستن، و این پیغمبر از اونها یاد گرفته. همین حرفو به پیغمبر ما مشرکین هم میگفتن. سوال ما رو تکرار میکنم. اونها اشتباهات زیادی هم داشتن دیگه. مثلا نمیدونستن که زمین گرده، مثلا خیلی چیزهای دیگر رو نمیدونستن و خیلی اشتباهات در دینشون بود. چرا یکی از اون اشتباهات در دین ما نیست؟ پس معلوم است که پیامبر ما از خدا گرفته نه از مردم. این آقای یاور رستمی میگن که به این آیه در سوره حدید میگه اشاره کنید، اینم یک معجزه است. چیه معجزه؟ او کسی است که آیه است که از آنچه که در زمین وارد می شود و آنچه که از آن خارج می شود و آنچه که از آسمان فرود می آید و آنچه در آن بالا می رود رو می دونه. این آیه به چرخه آب یا هیدرولوژی اشاره دارد، همچنین به اشعه های خورشید که از لایه اوزون عبور می کنه و وارد زمین می شود. بله، و به خیلی چیزهای دیگه که امروز ما می دونیم و نمی دونیم اشاره داره. این زمین یک موجود زنده است، چیزهایی ازش میره بیرون و چیزهایی از بیرون میاد تا این بتونه ادامه حیات داشته باشه. یک موجود زنده است. حالا یک دانشمندای پیدا شدن که تازگی با هم نشستن، میگن موجود زنده است زمین. و این بحث داره هر سال زیادتر میشه، هر سال یه دفعه جمع میشن، کنفرانسی دارن. بله، این قرآن اشاره کرده، خدا شما رو خیر بده. یه روز در این مورد هم صحبت میکنیم. آقای بانک خیرت، آقای بانک خیرت
میگه سجودی با این لایتالاتی که میگی، چرندیاتی که به حق جلوه دادن دین و مذهب خودش و اثبات وجود بهشت و جهنم در دینش میوافه، فقط به خاطر رسیدن به حوریان بهشتی است که هیچگاه باکرگی خودشان را از دست نمیدهند. دوم، به خاطر کامجویی از قلمانهای 13 ساله که همچون مروارید در صدف هستند میماند. سوم، میخواهد به تختها تکه کند، به شراب بنوسد و مثلا بخورد، با حوریان و قلمانهایش که الله در اختیارش گذاشته حال کند و و و باید به ایشان گفت یک فوشم داد. آقا یه بانک خرد، ای بیعقل، من به تو گفتم سوالای مرا جواب بده، اومدی گفتی حرفا رو سجودی میزنی که بره بهشت. بله میخوام برم بهشت و میخوام که از کنار جوهای بهشت بشینم و حوریان بهشت داشته باشم، اما غلمانی که تو میگی اصلا در حدیث ما نیست، در قرآن ما نیست. این دروغی که شما به ما تهمت میزنید این کار شما هست، در دین شما حلال. اگه ما بگیم که لواط حرومه، ما رو مجرم میدونین، در دنیا ما رو مجرم میدونید، تهمت باز به ما میزنید. این صحبت از غلمان هایی که در بهشت شده خدمتکارای بهشتی، این احمقان نمیفهمن. من برای شما توضیح میدم که این منظورش خدمتکاره. شما وقتی در هتل 5 ستاره میری، 7 ستاره میری، همون دیدن همون خدمتکارا هم یک لذتی داره، لوکس هستند و لباس لوکس پوشیدند و با ادب صحبت میکنند و درست یا نه. حالا فرض کن که در هتل 7 ستاره بری، مثلا مهماندارش کج کله باشه، چشمش کور باشه، دهنش کج باشه، چونش در رفته باشه، غذا حالت به هم میخوره. منظور خدمتکارایی که در بهشت هستن لوکسن. نگفته با اونا لواط میکنی، هیچ جای در قرآن نداره. این شما ساختید دیگه. شما اگه توبت نزنی که نمیتونی دین ما رو زیر ایراد ببری. چیزایی که خلاف فطرت در بهشت هم نیست. در بهشت کسی مدفوع نمیخوره، این از مدفوع خوردن بدتره، بعد در دین شما حلاله. باز به ما تهمت میزنی، باز برای اینکه مسئله متوجه میشید برعکسشو میگم. دولت ایران وقتی بعضیا رو به زندان اوین میبرده، برای اینکه اینا رو بیشتر شکنجه کنه، مثلا غذا رو برایش میگه خانم، میگه غذا رو برای من یه خانم میآورد که چونش در رفته بود. من دیگه نمیفهمم چونش در رفته چه جوری بود. میگه آدم اینو میدید وحشت میکرد، یه کار دیگه هم نمیکرد. خدمتکار مثلا زندان میگه چونش در رفته بود. اینه غلمان بهشتی، اینه. خب تو عقلت کجاست؟ اگر تو با عقل بودی نمیگفتی که من خرد دارم. این سوال یه دفعه جواب دادیم، اینجا لازم است جواب بدم چون سوال مهمیه. شما میگید که اگه میتونی یک آیه مثل قرآن بیار. بله میگیم. خب اگر کسی آورد، کی داور باشه؟ داور اگه شما باشید، خب معلومه که میگه حق با منه. هر کی میگه حق با منه. ببینید، این چیزی که همه ازش فرار میکنن، 1450 سال است که قرآن میگه یک آیه مثل من، کتاب من بیارید، معنیش این است که یک دستوری بیار که مثل دستور من، از دستور من بهتر باشه. اگه من میگفتم احترام به پدر مادر داشته باش، تو بگو نه این دستور غلطیه. اگه من گفتم شراب نخور، تو بگو این دستور غلطیه. اگه من گفتم لواط نکن، تو بگو این دستور غلطیه. این منظور قرآنه که میگه یک آیه بیارید مثل این. یعنی معنی آیه دستور قرآن، دستوره. یه دستور بیار که از این بهتر باشه. بیار دیگه. 1450 سال میگیم، تو باز میگی. یکی از ملحدین که حرف میزنه چی میگه؟ همش این ور اونور میره، میره طبقه هفتم آسمان، باز میره طبقه هفتم زمین، چیز مبهم رو برات میاره. بیاد بگه آقا شراب حرومه، نماز خوندن کار بدیه، روزه گرفتن ضرر داره. بیا دیگه. چند بار من شما رو دعوت کردم. همین آقای سلیمانی امیری که من بهش مناظره کردم، میگه بگو که پیغمبر میگه فحش میداده. من گفتم در دین ما که فحش حرومه. میگه در این مورد مناظره کنیم. پیغمبر ساحر بوده، در این مورد مناظره کنیم. گفتیم عزیز من بیا در این مورد مناظره کن که مثلا شراب خوردن خوبه. نیومد. چون میدونه که هیچ دستور ما بد نیست. متوجه شدی؟ این آقای رضا جانجانی جز فحش دادن بلد نیست. میگه عربا هیچ پخی نشده، قواعد عربی رو هم ایرانی‌ها نوشتن. هیچ مشکلی نداره که ایرانی‌ها نوشته باشن، برای اینکه این دین جهانی است، دین عرب‌ها نیست. قبلا گفتی که زیاد قرآن بخونید، ولی حالا میگه در معنیش بحث نکنید. خب میگه یک آخوندی هم همین حرفی میزد. ببینید، من این اشارهش به اینه، من برای بینندگان توضیح بدم، در مورد چیزی که نمیفهمی میگه بس نکن در مورد قرآن. مثال یأجوج مأجوج، حالا ما نمیدونیم چیه، چیزی از قرآن، چیزی از سنت داریم. خود ما نه این با هم بس نکنیم که یأجوج مثلا در گرجستان، یأجوج در چین، یأجوج در بالای روسیه است. نه، اینجوری بس میگه درست نیست بدون علم. میگه خدا رو شکر، میگه ایرانی‌ها میدونن که دین اسلام چقدر بده. مسئول یک کتابخانه جلویم قرآن پاره کرد، آتیش زد، هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا خودش مذهبی بود شدید. ما که گفتیم که اتفاق میفته که قرآن آتیش بزنی، همون ساعت برای تو بلا میاد. اینطور اگه بود که دیگه همه مردم دنیا ایمان می آورد، امتحانی در کار نبود. ما نگفتیم چنین چیزی رو، تو به ما گفت. ما نگفتیم اتفاق میفته فورا.
چیزی چرا هیچ معجزه‌ای نیوردی؟ شق القمر و خر به آسمان اومدن و درخت جلوی پیغمبر، همه جو که میگن خب معجزه قرآن، آخه تو رو به خدا این معجزه است، بیشتر آیات شیطانی است. خب یکی ثابت کن دیگه، یکی ثابت کن، حتما بچه‌ای نمیتونی حرف درست بزنی، ثابت کن فلان دستور قرآن غلطه، تو بهترش بیار. میگه تو قیامت ثابت کن تا ما معتقد بشیم، با دلیل ثابت کن قیامت است آنطور که قرآن میگه هست. اگر ثابت نکنی بی‌ارزش‌ترین دین مسلمان‌ها و احمق‌ترین ملت‌ها هستی. ببینید من همین پیشگویی پیغمبر که براتون گفتم، همین دستوراتی که به شما میگم، یک دلیل، هزار دلیل برای اثبات قیامت هست، یکیشم همینه. وقتی یک مردی، شما الان یک راهی داری میری، بهت میگه آقا اینجا این خطر است، اینجا این خوبی است، اینجا این بدی است، همه حرفاش درست باشه، حرف آخرش هم که بهشت و جهنم است، چرا قبول نکنم؟ تو یک اشتباه در دستورات پیغمبر من پیدا کن، یک اشتباه در پیشگوییش در مورد آینده پیدا کن، چرا قبول نکنم که آخرت است؟ گفت این قرآن اگه میتونید عوض کنی، چرا یک بش عوض نشده، یک نقطه عوض نشده؟ پس وقتی اینا درسته، یک راش اینه، برای کسی که میخواد قبول کنه. قبول نمیکنی، باز یه روز میبینی، یه روز میبینی، اون روز ما میخندیم و تو گریه میکنی. میگه فرگشت با این همه مدارک هنوز تئوری است. شما اون تئوری قبول دارید؟ شما که اگه فرگشت برای شما مثل آیه قرآنه، این قوانین فیزیک، اما شما مسلمان ها چطور خجالت نمیکشید راجع به فرشته، ملک، قبر، قیامت حرف میزنید، بعد به بقیه میگویید نادان ملحد؟ به تو میگیم نادان ملحد، برای اینکه الان برات گفتم وقتی یک نفر حرفش 90 تا درست در بیاد، حرفش در مورد فرشته هم قبول میکنیم، در مورد جهنم و آخرت هم قبول میکنیم. من به تو میگم دستورای پیغمبر تو این دنیا کدومش غلطه و تو میتونی بهتر بیاری؟ 1450 سال اسلام داره میگه بهتر بیار، نتونستی که، فقط میرم این گفتم که میره تا هفتم آسمون، میره هفتم زمین، میره بهشت، میره جهنم، میره ملک، میره فرشته، جلوی چشمت از میگه زنا کنی ایدز میگیری، بگو نه این دستور درستی نیست، وضو نگیری کرونا میگیری، مثلا اگه وضوی صحیح نگیری، مثل اینو. بله پیامبر اسلام اگه الان بود و یه حرفا را میزد به عنوان جنزده ازش یاد میکردن، بعد توی بیسواد اومدی بعد 14 قرن حرفای اونو معجزه میگی. پیامبر اسلام اگه تو بی‌سواد نبودی، پیامبر اسلام الان هست به کسی به جن زده نمیگه. به همون غربی‌ها میگن که انسان نابغه‌ای بوده، که نگنم بوده، کی رو جن زده میگه؟ 2 میلیارد مسلمان دستورات ایشون رو سر خود میذارن، اسمش رو بعضی بدون وضو نمیارن، و اونایی هم که بدون وضو میگن، میگن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همیشه بهش درود میفرست. باز یه چیز دیگه نوشته که من طولانی نوشتم، من خلاصه میگم. میگه تو میگه آیت الکرسی رو بخونه میره بهشت، خب چرت و پرت از این حرفا. خب من میگه هزار تا ظلم میکنم باز آیت الکرسی میخونم میرم بهشت، از این حرفا زده که یعنی شما میگه یه ذکر بگی میره بهشت؟ حتما من برنامه پندای نورانی رو دیده. ببین ما در این حال گفتیم یه ذکر بگی بری بهشت، در این حال هم گفتیم که گاهی انسان یک حرفی میزنه خودش نمیفهمه چی گفته، بهش اهمیت نمیده، میفهمه اهمیت نمیده، میگه با همون حرف 70 سال تو جهنم میره فرو. اونم گفتیم یک بیننده دیگه از این ملحد، بریم بیرون، و یک بیننده عزیزی از ملحدین پرسیده که جناب ملحد، شمایی که میگویید اسلام دین قتل و کشتار است، نظرتان درباره قتل عام مردم در ایگور، منظورش در ترکستان چین و میانمار یعنی برمه، چیست؟ حالا بگو ببینم قاتل کیست. نظرش در مورد اونها چی نیست، فقط در مورد مسلمان ها ملحدین نظر دارن، هر جنایتی در دنیا بشه نظر ندارن. یک ملحدی دیدی حالا من در سوئد نشون دادم، این جنایت والا اگه چنگیزم بکنه که مادر از بچه جدا کنه، بچه از مادر جدا کنه، دیدی یکی از ملحدین اعتراض کنه؟ باز حرف آخر برگشت به افغانستان. خب البته این چیز جالبی گفتن، این حرف برنامه صحبت آخر ماست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای سجودی، بنده از افغانستان هستم. در ایران در مورد رحم اجاره‌ای فرمودید. چند روز پیش از BBC شنیدم در این جنگ اوکراین مادر و پدر فرزندان اجاره‌شان را ببرن. ایشون اشاره داره حرف آخره، با این یک فیلمی هم نشون میدیم و پرونده این برنامه رو میبندیم. اشاره داره به اون معجزه‌ای که ما گفتیم پیامبر ما گفته بود که یکی از نشونهای قیامت، آقای ملحد گوش بده آقای جانجانی، قبل از قیامت این است که برده ارباب خودشو میزاد، بنده کنیز ارباب خودشو میزاد. و باز گفتیم امروز علم این رو تونسته که شما نطفه یک زن شوهر رو میگیرید میذارید تو شکم یک خانم دیگه که فقیره،
و اون خانم این بچه رو به دنیا میاره در حالی که نه پدرش نه مادرش نیست. اون بچه اینو مادر قبول نداره، اون مادر بیولوژیک رو قبول داره. و گفتم در آینده این پیشرفت خواهد کرد، حالا سوئدیا بچه نمیارن، بچهای مردم دزدی میکنن، یه روزی میرسه که این گندش هم در میاد، مردم دیگه نمیره سوئد. چیکار میکنه؟ کنیز میاره اونجا میشونه یا مردم فقیر میاره؟ برای اینکه نجات پرست هستن. خانم نروژی، خانم سوئدی، آقای سوئدی میاد نطفه خودشو در آزمایشگاه جا میکنه، تو شکم این خانم میذاره. این بچه که بیرون اومد، این زن شیر میده، احساس مادری داره، اما دولت سوئد این رو مادر نمیدونه، خودش هم میدونه که از نطفه از یکی دیگه است. اینو گفته بودیم که الان شدنی است، پیامبر ما گفته که این خواهد شد. این بیننده گفت که در اوکراین این چیزا شده. بله، من یک بار دیگه هم فیلمش نشون داده بودم، حالا باز ببینید که در اوکراین بچه‌هایی که مال مردمه تو شکم خانمای اوکراینی به دنیا اومدن و نشانهای قیامت داره شروع میشه. نگاه کنید. بچه‌هایی بودن که به اصطلاح از پدر مادر دیگه بودن، بیولوژیک در شکم خانم اوکراینی بودن و حالا دنیا اومده، خانم پولش گرفته رفته و این بچه بیچاره مونده همینجوری. در آینده دوباره کنیزداری شروع میشه طبق احادیث ما. و حالا هم که نشده، مثلا اسرائیلیا در نپال این کار زیاد میکنن، باز مادر با خودشون میبرن. اسرائیل که پول مفت میخورن از آمریکا بهشون میده دیگه، ولی زنه نمیخواد حامل بشه. خانم و آقای اسرائیلی میان توی نپال، نطفه خودشون میکارن تو شکم یک خانم نپالی، بعد اینکه بچه رو دنیا آورد بچه رو ازش میگیرن. این زنه گریه زاره میکنه که این بچه رو من دوست دارم، شیرم میتونم بهش بدم، حقوقم به من بدید، من این بچه رو به اسرائیل نگاه میدارم. میبرنشون اسرائیل و این بچه بزرگ میشه، در حالی که زنی که این روز زایده رو مادر خودش نمیدونه، نوکر و خدمتکار خودش میدونه و فردا کنیز خودش خواهد دونست که دوباره کنیز داری شد. و این حدیث پیغمبر 100% میشه که فرمود وقتی که جبرئیل اومد تا دین بهش یاد بده، ازش پرسید که محمد صلی الله علیه و سلم قیامت کی برپا میشه؟ گفت من نمیدونم، ولی نشونش بهت میگم. یکی اینکه عربا برجا میسازن، مسابقه میدن، میبینیم که عربا دارن میسازن. و یکی اینکه کنیز عربا به خودش میزاد و این جلوی چشم شماست که پیغمبر ما از آینده خبر داده و این ممکن نیست انسان بتونه از آینده خبر بده مگر اینکه الله پاک بهش گفته باشه. این یک دلیل دیگه است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله است. الله حافظ و نگهدار همیشه. أشهد أن